سلام دوشنبه 13 آذر 91 سید دسامبر 2012 میلادی در مورد شش موضوع امروز صحبت میکنم موضوع اول ادامه بحث ما در خصوص سازماندهی مقاومت مدنی مردمه که در پیرو نکاتی که گرو... گفتیم این نکته مهم است که در واقع طبقات فرود است در بحران اقتصادی پیش رو اگر متقاعد بشند که نان بدون آزادی موثر نیست میتوانند کنار طبقه متوسط قرار بگیرند که خواست آزادی، دموکراسی و حاکمیت مردم رو مطرح کرد. اما نکته آخر این که در مقابل استراتژی آقای خامنه ای که منفرد کردن مبارزات و اعتراضاته چرا که به خوبی میداند آقای خامنه ای و اعوان و انصار او که این بحران اقتصادی به هر صورت با اعتراضاتی تو هم خواهد شد اما میکوشند که مثلا حرکت کارگران یک کارخانه برای دستمزدشون که چندین ماه دریافت نکردند رو در همون منطقه و همان کارخانه محدود کنند و در یک اعتراض عمومی و در ارتباط با دیگران کاری بکنن که قرار نگیره درست برعکس این باید ما بتوانیم که هر آکسیونی در هر گوشه ای رو در هر جایی رو آکسیون اعتراضی به دست مزد آکسیون عدم همکاری در فلان کارخانه و اعتصاب آکسیون کمکاری سوار نشدن به اتوبوس غیره و چیزهایی که پیش میاد نخریدن یک کالا بعد از گران شدنش و انبا و اقسام چیزهایی که به تدریج در دستور قرار خواهد گرفت و تقسیم شده در گروه های مختلف اجتماعی رو باید بتوانیم که در یک نگرش کلان استراتژیک به همدیگه متصل بکنیم در خدمت هدف نهایی که انتخاب آزاد مردم حاکمیت صندوق رای و در نهایت حاکمیت مردم به جای حاکمیت استبداد دینی است این بحث رو در روزهای آینده هم پی خواهیم گرفت نکته دوم این که جمعی از فعالین زنان جلوی دادستانی ویروس تجمع داشتند در دفاع از نسرین ستوده و برآورده کردن خواستهای با توجه به وخامت حالش که آقای دادستان نبودند اما معاونش با نمایندگان زنان ملاقات کردند رضا خندان همسر نسیم ستوده خبر داده از اینکه نسیم دچار عدم تعادل سرگیجه و اختلال بینایی شده با بالا رفتن روزهای اعتصاب غذا حال نسرین در بحران جدی و خطر جدی قرار گرفته آقای آسفری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم گفته ما وزیر دادگستری رو صدا میکنیم و اگر خلاف قانون اتفاق افتاده باشه جلوش رو در خصوص نسیم ستوده میگیریم خوب است که حالا که مجلس میخواد دخالت کنه رضا خندان همسر نسین ستودارم هم صدا کنند و صحبت این طرف را هم بشنوند که چه بر سر نسرین و سایر زندانیان سیاسی میاد و ساده ترین حقوق انسانی زندانیان و یک مادر نقض میشه 300 شاعر و نویسنده با امضای بیانیه‌ای پافشاری بر آزادی بیان اندیشه کردند و خواستار لغو قانون صدور مجوز برای کتاب از سوی وزارت ارشاد شدند. مصطفی تاجزاده در نامه ای همه اصلاح طلبان رو دعوت کرده از اینکه از اظهارات موسوی خوینی ها حمایت کنند موسوی خوینی ها گفته بود که تبری جستن از موسوی و کروبی و جنبش سبز نه عاقلانه است و نه هیچ اخلاق و شرعی به اون حکم میکنه دادسرای کارکنان دولت هم دستن در کاران فیلم من مادر هستم را از رئیس سازمان سینمایی ارشاد تا کارگردان و تهیه کننده رو احزار کرده کشمکش بین وزارت ارشاد و سازندگان این فیلم از یک طرف و انصار حزب الله و پشتیبانان اونها در قوه غذایی ادامه داره احسان نراقی جامعه شناس و نویسنده سرشناس در 86 سالگی بعد از یک دوره بیماری در تهران درگذشت و چهارشنبه تشییع او از مقابل بیمارستان جمع انجام میگیره احسان نراقی غیر از آثار و نوشتههاش در کارنامه اجرای سیاسیش معاونت یونسکو مشاورت فرح پهلوی و چندین بار هم زندان جمهوری اسلامی رو تجربه کرد آقای سعید ملکپور جوان ایرانی کانادایی که به جرم نوشتن برنامه برای سایت های پرنگرافی به اعدام محکوم شده بود به, به گفته وکیلش به دلیل توبهی که نوشته برای کاری که نکرده بارها خانم او توضیح داده احتمالا اعدامش متوقف خواهد شد نکته سوم اینکه هفتمین روز اعتصاب موفق کارگران 2400 کارگر نبرد و لوله صفا و پروفیل سابه در جریان کارگران با قدرت ایستادن و شش ماه حقوق موفقشون رو میخوان و به این روش های معمول تن نمیدن که یک ماه رو میدن میگن حالا برین سر کار و غیرو و کماکان اعتصاب رو ادامه دادن هفتاد کارگر از کارخانه قطع سازی مارلیکسان غزوین هم بیکار شدند و هشتاد کارگر قند و تصویه شکر احواس هم جلی استانداری خوزستان تجمع داشتند 22 ماه کارگرها حقوق نگرفتند علی متحری در این حال در مجلس مطرح کرده که یازده و دهم میلیارد دلار پول تنها به ه صراف در دوبی داده شده اون هم با نرخ پایه و یک رانت بزرگی گیر یک عده بسیار کمی آمده او همچنین خبر داده از اینکه که 27 میلیارد دلار پول کشور با بهره یک درصد دست چینه و این پول اونجا چه کار میکنه عدد وحشتناک دیگه ای که آقای متحریم مطرح کرده این است که در همین امسال که ارز این گونه کمه و دارو مردم به مشکل خورده 500 میلیون دلار ارز توسط تنها 20 شخصیت حقیقی و حقوقی صرف واردات خودروهای لوکس به کشور شده آقای رستم قاسمی هم گفته 300 میلیارد دلار ما سرمایه گذاری احتیاج داریم تا نفت کشور رو تولیدش رو برسونیم به 5 میلیون بشکه این در حالیه که همین الان همین ظرفیت تولید رو هم امکان فروش ندارن و خیلی چهار رو بستن و دو هفت ده هم دو شیش میلیون بشکه بیشتر تولید نمی کنن. احتمالا ایشون کیسه دوخته برای اینکه تای جیب مردم رو و بانک رو هم خالی کنن بدن به وزارت نفت از طریق همین پیش فروش نفت و بعد هم سپاه به اسم پیش پرداخت و پروژه اونها رو بخورن. نکته چهارم اینکه کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات یک ساعت پیش از اینکه آقای احمدی نژاد در همایش قوه مجریه صحبت کنه تصویب شد این پیشنویس احتمالاً از توسط شورای نگهبان رد خواهد شد برای اینکه به طور بیانی خلاف همین قانون اساسی است ولی انتخاب رئیس جمهور باید هر کسی که کاندیدا میشه 300 تا امضا جمع بکنه از استاندار به مقامات از استاندار به بالا و به قول نماینده وزارت کشور یک شرکت سهامی برای رئیس جمهوری باشه بر صورت آقای احمد نژاد در نطخش به شدت به مجلس و شورای تشخیص مسئلت نظام حمله کرد و گفت به قول دوستان کم مونده که در قانون فقط اسم رئیس جمهور بعدی رو هم بنویسن آقای علی لاریجانی هم اعلام کرده که دوستان به من میگویند که برم بیام و کاندیدای ریاست جمهوری بشم روزنامه کیهان هم در سرمقاله امروزش به شدت به احمدی نژاد حمله کرده و به خصوص تعاریفی که او از رحیم مشایی در تغییر سمت او کرده در نامه ای که داده رو زیر ضرب انتقاد گرفته و گفته او رو تا اولیا الله بالا بردی نکته پنجم این که 165 نفر در سوریه در 24 ساعت گذشته کشته شدند. یک هواپیمای میگه 23 توسط مخالفین سرنگون شده گوگل و توییتر سرویسی رو به مبارزین ای دادن که با چند شماره تلفنی که اعلام کردن مطلبی را اگر بگن پشت این ها توییت میشه و به این ترتیب با بستن اینترنت در سوریه توسط حکومت سعی میکنند که مقابله بکنن روزنامه نیویورک تایمز خبر داده از اینکه های مشکوکی در اطراف سایت های شیمیایی سوریه دیده شده سایت های اسرائیلی هم مطرح کردن که شایع شده بشار اسد یا فرار کرده و یا کشته شده و اما در کویت هم مخالفین بعد از انتخاباتی که تنها 39 درصد مردم در انتخابات مجلس شرکت کرده بودند ده ها هزار نفر با لباس نارنجی که لباس اعتراض مردم کویت شده به خیابان ها آمدند و اما نکته آخر اینکه آقای مصباح یزدی فر بودند که آب و خاک ارزش اهدای جان رو نداره و وطن پرستی مال دوره جاهلیت ایشون البته حق داره لابد وطنی نداره که اینطور حرف میزنه و دردی از مردم ایران که صاحب اون وطن هستند رو ایشون احساس نمیکنه. اندکی سر سحر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به با امید پیروزی ایران و ایرانی